مذاهب طبیعی و ماوراء طبیعی. مذهب عرصه ظهور ماورای طبیعت ولی در طبیعت است. غیر طبیعی جلوه دادن مذهب و معارف دینی همان قلمرو به تولید خرافه بوده است که بزرگترین دشمن تاریخی دین می باشد. آنچه که عقل و معرفت نامیده می شود آن نور و روحی در انسان است که می تواند حقایق متافیزیکی را در فیزیک درک نماید و فیزیک را تعریفی متافیزیکی نماید و این امر نه تنها کفر نیست بلکه حق معرفت است و خلاف این امر کفر است، زیرا حضور ما برای طبیعت در طبیعت را انکار می کند و خدا را به پشت بام آسمان تبعید می سازد. ولذا تعهد دین بشر در حیات دنیا را نفی می کند و همه امور خود را به گردن خدا می اندازد. خاصیت خرافه جزی نیست که بزرگترین دشمن معرفت دینی بوده است که حق را همواره در جهل قرار می دهد. عرفان این رسالت را دارد که به واسطه عقل خدا را در خود، ماورای طبیعت را در طبیعت و اسرار نهان را عیان کند. که کافران و مخصوصاً کافران ریاکار را خوش نمی آید و این راز ادابت اهل خرافه با عرفا در طول تاریخ است که لباس تشرع و قداست بر تن می کند و همواره حامی خدای آسمانی و نادیده و پیامبران و امامان مرده است و مهمترین علت این نبرد همانا گریز از مسئولیت است، مسئولیت بودن در حضور خدا و با خدا بودن. این جماعت که مهد خرافه و نفاق هستند شریعت را وردخانی می دانند و عرفان را جادوگری می پندارند و فلسفه را مقادیری الفاظ مجرد و دست نیافتنی می خواهند. اینان دشمن هر حقیقتی طبیعی و معقول می باشند. در نزد اینان امر تنزیه و تسبیح به معنای پاکسازی جهان از وجود خداست. اینان حامی خدای نابوده هستند و از این طریق دین را تبدیل به دکان نموده و خود را دلال رابطه بین خدا و خلق قرار می دهند. این همان قلمرو به پیدایش و بقای ملایان رسمی مذاهب در طول تاریخ است که همواره در صف مقدم نبرد بر علیه عرفا و پیامبران و امامان زنده قرار دارند.